میخوام بدونم کی این حرف رو بهت زده منصور؟ نه من ریزبین نشدم، فقط میخوام بدونم کی این حرف رو به تو زده. پس تو لیلا بیا میشینین با هم دیگه حرفاتون رو میزنی. مگه تو ده شاخودم داره؟ دست بردار منصور. اصلا میدونی چیه داداش؟ دیگه به من مربوط نیست. به قول تو دیگه تو زندگی کسی دخالت نمی کنم. ولم کن، دست از سرم بردار. خدا من از دست تو مرگ بده. یه وقت خودت دست به اساسیه نزنی سنگینه واسات بده ها. جایزه دکتر بدم دست والدین ولش کنه به امون خدا. نگران نباش زن داداش، دو تا کارگر میگیریم خودشون بار میزنن. قربون دستت عمو رحمان. واسه نهار که میای؟ بله خانوم. مگه میشه آب گوشه شما رو گذاشت رفت بیرون آتا آشکال خوب؟ خوبه، حالا نمیخواد ازم تعریف کنی؟ آخه تعریفی هم هستی خانوم. زور شد داداش، بجون. ناموسم به جعفر کری یا زهرا. سلام دختر گلم. بابا سری رو من یه سر میبریم مغزی سنی دستی. حتما خانم. متشکرم. آخه کاری با تلفن همراه ندارم که روشنش کنم. بله میدونم، فقط به هیچ شرطی حاضر نیستم که پامو توی شرکت بذارم. نه نه شما هم واگذار نمی کنم. نه طبق این نامه داخلی هم عمل میکنم. نه نه امر خیلی در پیشی که باید به اون برسم. نه اون که اصلا وقتشو ندارم. به مهندس محمودی بگو بره بندر و کالاها رو ترخیص کنه. نه جون تو، نه نه مرحمت زیاد. روشنش گذاشته بودم که شاید دایید زنگ بزنه از دفتر مزاحم شده. اینجوری که داریم پیش میریم نه این عروسی سر میگیره نه به خانواده کریم آقا وصلت میکنیم. هرچی خدا بخواد همون پیش میاد دختر. خدایا یعنی میشه این عروسی سر بگیره؟ ببینم خیلی خانواده کریم آقا رو دوست داری؟ آخه خانواده کریم آقا خانواده خیلی خوب و محترمی هن. مجبورم وقتی رضا اومد دست و پاتو ببندیم به زور ببریم بیمارستان. تو راست راستی داری خودتو نابود میکنی کریم. بذار آخرین کاری نکردم انجام بدم رحمان. بعد نخیر، این کار از همه کارا واجب داره. تو رو به جدی سادات قسم بدید. آخه این چه لجیه که داری با زندگی خودت میکنی مرد؟ بیا بخور، بخور قوت بگیری.
شما یه چیزی بهش بگین زن داداش. قسمه به جب میده عمو رحمان، من چی کار میتونم بکنم؟ لا 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 لا. رضا هنوز نیومده؟ تمرین داره، حالا دیگه پیداش میشه. اگه ندیدمش از قول من بهش بگو اگه اذیتش کردم منو ببخشه. تو خودت میدونی کارم از سر دلسوزی بوده، دلسوزی که هر پدری نسبت به اولادش داره. میخواستم یه آدم کامل باشه، نه اونطور که من بودم. همیشه دلم میخواست به کمال برسه، اما فهمیدم از ازل سرشت آدمی نوشته شده و اونطور که خدا معلوم کرده زندگی ادامه پیدا میکنه. لیلا نیومده؟ الان دیگه پیداش میشه. چرا؟ نه اومد. آقا جون، آقا جون الهی بمیرم، باشیم بریم بیمارستان. من خوبم. انشالله همیشه خوب باشیم، ولی الان باید بریم بیمارستان. من منتظر تو بودم. بریم قبله که رسیدم. باشیم دیگه، میخوام باهات حرف بزنم. دورو حرف میزنیم. باشیم آقا جون. عمو تحمل کن، میخوام باهات حرف بزنم. باش آقا جون، ولی بعد قول بدیم بعدش بریم بیمارستان. خیلی باش مونس، یه لیوان آب خونه بده به لیلا، آروم بشه. رضا سلام. عمو چرا اینجایی؟ تنها؟ علیک سلام عمو، تمرین چطور؟ عالی. پس میشه با آینده تیم دل بست؟ توکل به خدا. ببینم شما ناراحتی؟ نه چیزی نیست عمو، یه دقیقه بشین میخوام دو کلمه مرد و مردونه باهات حرف بزنم. چشم آقا جون، الان براتون میارمش. نه میرم اون اتاق، میخوام تنها باشم. خب ما میریم بیرون، میریم پیش عمو رحمان تا شما حرف تموم بشه.
بله بفرمایید. طلویی هستم. واقعا چنین تصمیمی گرفتید لیلا؟ بله امو. آقا جون اینطوری راضیه. خب منم راضیم به رضای خدا، بعدم آقا جون. انشالله اگه بشه فردا میره بیمارستان. بعد از عملم همه با هم میریم پابوس آقا امام رضا. یا امام رضا. آقا اسفندیار. بله بفرمایید. سلام، منصورم، میخوام ببینمت. خب پاشو بیا اینجا. نه بیرون قرار میذاریم. کی؟ همین الان. نمیتونی پای تلفن بگی؟ نه باید ببینم تنها. کجا؟ یه جایی بین خونه ما و شما، جلوی اون عمارت سفید. باشه پس میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. داداش، داداش، میگم این قضیه خیلی خیلی که طول بکشه یه هفته است. بعد انشالله سر فرصت سالم و قبراق برمیگردی و به امید خدا کارات ردیف میکنی. دل سیر لیلا رو میفرستی خونه بخت. منم تا چش رو هم بذاری نوه‌ها دور تو گرفتن. اون وقت میشینی به این روزگار، به این کل شقی و به این لجبازی تا بخوای میخندی. باشو باشو بذار بریم بیمارستان. رحمان چیه داداشی؟ داداشی بچه که بودیم داداشی صدام میکردی. هنوزم که بزرگ نشدی داداشی. مگه میشه بچگیمون تموم بشه؟ بچگی تو وجودمونه. آره راست میگی داداشی. دیشب آقا جون به خوابم اومده بود. چند وقتی که به خوابم میاد، اما تا حالا مثل دیشب ندیده بودمش. انگار داشت به من تکلیف میکرد، انگار میگفت اول کار یه سر کن بعد برو دنبال سر ناخوش خودت. داداشی خودت داری میگی انگار؟ انگار به من تکلیف میکرد؟ نه میدونی داداشی، یادته آقا جون خان جون ما رو با قطار برده بود امام رضا پابوس، یادته؟ آره یادم. اون وقت من 6 سالم. درشکی سوارشو میگم، یادته؟ خوب یادم. آقا جون و خانجون و آجی و تو درشگه نشسته بودی و
منم پیاده دنبالتون میدویدم. خودت کاسی حدادشی. آخه میخواستم پای پیاده برسم به حرم. به حرم که نزدیک میشدیم ناغافل چشمم افتاد به چشم آجون که داشت به گنبد طلایی نگاه میکرد. چشمش برق میزد از عشق. تو صورت شوقی دیده میشد که هرگز ندیده بودم. بعد از اونم ندیدم. انگار کن به وصال خودش میرسه. ولی من یادم نمیاد. آخه تو خسته دویدن بودی. خسته نبودم. منم داشتم به همون گنبد طلایی نگاه میکردم. دیشب با همون نگاه اومد به خوابم. انگار از توی یه دالون دراز و روشن میومد. من وامونده بودم. رسید به هم. آفتاب صورتشو پر نور رو روشن کرده بود. پشت سرش یه دالون دراز بود. دراز دراز. گله گله از صف نور مثل ستون به زمین میتابید. کف دالون رودخونه بود. با همون چشما نگام میکرد. میگفت بیا دستتو بده به من. بیا نترس، راحت از آب رد میشی. گفتم یکم کار دارم آقا جون. گفت کار دنیا تمامی نداره، رها کن. بیا بیا بیا. و رفت دور شد. فریاد زد منتظرم. خدا رحمتش کنه. آقا جون مرد زحمت کشی بود. باید شب جمعه براش خیرات بدیم. اگه زنده باشم منم میام سر خاکش. اگه تو نباشی کریم من دیوونه میشم. تو که هستی دلم قرصه. پسر عجله کن، نذار وقت بگذره. پس با امید خدا و امید تو. نگران نباش، حلش میکنم. چجوری میری؟ ماشینم که اینجاست. مریم جان، اون وقت دچار عذاب وجدان میشی. اون وقت خودتو نمیبخشی. با روحیه‌ای که در تو سراغ دارم کارت به جاهای باریک کشیده میشه. آرزوهاتو بذار برای بچه‌های خودت. در مورد بچه‌ها هر طور که تو تصمیم بگیری، هر طور که تو بخوای. مثل بچه خودم بزرگش کردم. مثل بچه خودم دوستش دارم. یه عمر تموم هم پدرش بودم، هم مادرش بودم، هم خواهرش بودم. خیلی سخته. خیلی سخت. فکر نمی کنم بخوای اینجوری تا اون پس بگیری. تنها خداحافظ خانجون. سلام. بای
اجازه خانجا. خداحافظ عزیز. مامان چیزی نگفت؟ نه چیزی نگفت، ولی فکر کنم شک کرد. مگه فهمید که من منتظرم؟ من که چیزی نگفتم. خب پس چرا شک کرد؟ ها پرسید که کجا داری میری؟ گفتم که دارم میرم پیش لیلا جون درس بخونم. نگفت کیف و کتابت کن؟ نه چیزی نگفت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی احل النکاح بفضله و امر به و حرم الزنا و السفاح و نهى عنه ثم الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم شما وکیلم دوشیزه محترم لیلا خانم طلوعی بنده از جانب شما وکیلم با صداقی که عرض کردم و با شرایط مندرجه در سند نکاحیه بنده از جانب شما وکیلم با اجازه پدرم مادرم و آقای اسفندیاری. بله بله رو بلند بگید من بشنوم. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بالاخره کار خودتو کردی داداش. تبریک بود.
خیلی ممنونم. ایشالا خوشبخت باشی. متشکرم. باید اجازه دارم به عروس خوشگلم یه کادوی کوچیک بدم. اختیار دارید خواهر جان. آداماد آقای منصورهای افشار، شما هم به منده وکالت میدید که از برای جناب عالی قبول عقد ازدواج دائم کنم، ازدواج دوشیزه لیلا خانم طلوعی به صداقه ای که عرض کردم و شرایط ملاحظه فرمودید. بنده از جانب شما وکیلم. اجازه میدین خواهر؟ عجله کن داداش که دیر میشه. پس با اجازه همه. بله مبارک هست انشاءالله. مبارک انشاءالله. سال پیش مادر بزرگت این انگشتر رو داد به من، حالا من میسپارمش به تو. خیلی مبارکه لیلا. مثل که من گیر رسیدم مامان. خب خانجون بریم میرین دیگه. به لیلا سلام برسونی، بگین همونطور که وعده کرده بودم صبح روز مبارک بادش آقا جونشو میبرم بیمارستان. خدا حفظت کنه مادر. وظیفه به خانجون. زنده باشی. گتونه رو امیده از مدرسه بیاری. چشم. خب خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمی. خدا حافظ. خدا حافظ هم بودی. بریم داداش. اجازه بده تمونه سازر بشه. شیشه‌ام باز میذارم که هوا بخوری. متشکرم آقا سینا. خانم مهندس نمیخواستن بیان مبارک باد؟ نه فقط نداشتن صاحب کنن. بابا که بیدار شدن با هم رفتن. اگه جاد ناراحته میخوای تو بیا برون. نمیخوام افتخار رو رانندگی ازت بگیرم. خودت برون. چرا وایسایی داده؟ میخوام دل سیر به خونه نگاه بکنم. باز داری شرط جدید میذاری؟ دکتر فدراسیون تو بیمارستان منتظره ها.
میخوای بگی به خونه نگاه نکنم؟ یعنی تو این همه سال خونه رو ندیدی؟ حالا یه جور دیگه است داداش، تو رو خدا را بیار. چشم. ان تا یه هفته دیگه سالم و سر حال برمیگردی خونه. نیت کردم اگه سالم برگردم برم پابوسم اون بزن. مگه قرار نبود وقتی میخوای مسابقه بدی من خبر کنی؟ خب میخواستم با خبر پیروزی موضوع زدت کنم. بیاین اول بعد از زیر قرآن رد بشیم بعد بریم. البته من قبل از این که از خونه بیام بیرون مادرم این کاری کرده، ولی خب یه بار دیگه هم رد میشه. بنداز گردنت. چی هست؟ نظر قربونیه، آیه قرآن توش گذاشتم، تو امامزاده هم تبرکش کردم. این عمل شماست، کمکتون میکنه. خیلی ممنون. سلام علیکم. ببخشید ما خیلی دیر کردیم. سلام علیکم. شما دیر نکردید، من عجله کردم. پس کو مادره؟ نخواستیم بهش بگیم، خواستیم ذوق زدش کنیم. بفرمایید. بفرمایید آقا جون. بفرمایید. بفرمایید. نه من عقب میشم. آقا جون بفرمایید جلو. نه من عقب میشم.